سلام، از 9 خرداد سال 98 من با 5 تا دونه که شبیه گزیدگی بود به دکترهای مختلفی مراجعه کردم که با تشخیص گزیدگی کک، سالک، تمام اینا پیش رفتیم تا به نمونه رسیدیم. وقتی نمونه برداری کردیم از پوست، آزمایشگاه واقع در شهر اصفهان تشخیص بیماری فولیکولیت بر من دادن و من حدود چهار ماه تحت درمان بودم برای بیماری فولیکولیت که بعد از 4 ماه درمان ها با آنتیبیوتیک های مختلف، حتی آنتیبیوتیک وریدی، یه سری آنتیبیوتیک و استروئید کورتون همزمان، به هیچ نتیجه نرسیدم که مراجعه کردم به کلینیک. وقتی مراجعه کردم به کلینیک با اوضاع خیلی بدی، یعنی 5 تا دونه تقریبا شده بود 60 تا دونه، دونه ها از یه گزیدگی کوچیک شروع می شد می رسید بعد از 1 هفته به 1 تاول بزرگ چرکی و همراه با چرک و خون، و هر کدوم شاید به راحتی بتونم بگم حدود 1 سانت بود، شاید احتیاج به بخیه داشت ولی نمی شد بخیه کرد نه پانسمان. بازای خیلی بدی اومدم کلینیک، حتی نمی تونستم مثل آدم های عادی شلوار بپوشم، مجبور بودم با دامن یا حالا لباسایی که به بدنم نچسبه باشم. وقتی وارد کلینیک شدم، یکی از متخصصان کلینیک از من نمونه مجدد گرفتن و بعد از حدوداً 1 ماه بررسی به نتیجه خیلی نادری رسیدن که من دچار یه بیماری خیلی نادری به نام LVP شده بودم که اصلا میشه گفت در ایران خیلی کم، اگرم باشه هنوز گزارش نشده و 80 نفر شاید تو کل دنیا دچار این بیماری شده باشن، که این بیماری داخل این کلینیک برام تشخیص داده شد، درمان شدم و میتونم بگم از اوضاع خیلی بدی که داشتم الان به طور کامل درمان شدم. بعد از گذشت 10 هفته دارو گرفتم، تقریبا 3 ماه با کلینیک در ارتباط بودم ولی 10 هفته دارویی که گرفتم منو به مرز بهبودی کامل رسونده و الان فقط اگر مراجعه میکنم برای اینکه بیماری عود نکنه و تثبیت بمونه نوع بهبودی.